زنان و دختران که این گونه هنرشان را بر روی قالین نقش می‌بندند. هفته ها و ماه ها را مصروف هستند تا قالین با کیفیت را تولید و به بازار عرضه کنند. اما طی ماه های اخیر بازارشان خوب نیست و کار هم برای تولید کنندگان قالین صورت نگرفته است. بافنده ما فلج شدم چون کسی با اونا کمک نمیکنه. ما از امارت اسلامی خواهشمندیم که کمکی در مورد بازار خارجی، بازاریابی خارجی برای این مردم خوب. برخی تولید کنندگان و فروشنده های قالین میگویند نیاز است تا دستگاه های پیشرفته به خاطر ساخت قالین برایشان فراهم شود و از طرف دیگر قالین افغانستان به بازارهای جهانی معرفی گردد. از مسئولین دولتی تقاضامندیم که در قسمت صنایع دستی قالین که اسعار آور ملی ما مردم هست و بیشترین مردم از این اعاشه و اباطه می کنند و خرج خانه خود پیدا می کنند، امیدوارم که بیشتر و بیشتر کوشا باشند. بازاریابی باشه برای صنعت قالین، نمایشگاه های خارجی به بیرون از افغانستان، صنعت قالین معرفی شه بیرون از افغانستان. اگرچه نمایشگاه در طول سالها متمدی بوده، یعنی بیشتر دولت فوکس از این سر از این باشه که همین صنعت قالین به بیرون معرفی کنه تا مشتری بیرونی بیشتر رو بیارن برای از این قالین. همانند اینجا ده ها کارگاه دیگر در شهر و ولسوالی های هرات فعال می باشند. تولید کنندگان می گویند تقریبا 10 نوع قالین در این کارگاه ها تولید می شود. اما این قالین ها نیاز به بازار مناسب دارد. بعضی از دونرهای ما جذب کردیم که نامای نرم می خواهیم اینجا شما بگیرم که الحمدلله اونا هم آمادگی نشان دادن که به بخش های تورید یا بخش تولید دستگاه هایی که برای قالین بافای محترم ما چیز داره انشالله فراهم بسازن. در حال حاضر هزاران دکان قالین فروشی در هرات وجود دارد، اما بازار فروش قالین کم رنگ است. بنابراین این گونه کارگاه های قالین نمی توانند به گونه منظم به تولیداتشان ادامه دهند.